میهن. ما برنامه ویژه 4 و 5 مرداد 2566 هخامنشی و شاهنشاهی برای بزرگداشت پادشاهان پهلوی و جشن جاودانی امردادگان ادامه میدهیم. همیهن توجه شما را به این برنامه 1 ساعت و نیم و ادامه بزرگداشت پادشاهان پهلوی جلب میکنم. The spirit of Persia has always triumphed. The first capital was here in Pasargad. In this world of beauty was born, more than 5 centuries before Christ, the mightiest empire in the history of the world. Cyrus, King of Kings. Shahe Bodur. Shahe Hakhamanishi. Shahe Iran Zamin. Az janib man. شاهنشاه ایران و جانب ملت من. It had fallen to him, after a twilight in his nation's long history, to remind the world and his own people of Persian pride.
همیهن روز چهارم، روز چهارم و پنجم امرداد که سالگرد پادشاهان پهلوی است گرامی می‌داریم. همیهن رضا شاه بزرگ پس از هزار و اندی سال از همپاشیدگی، پس از تجاوز اسلام به ایران آریایی، به مرد و زن ایرانی آبروی دوباره داد، شیوه زندگی انسانی نشان داد و زن را از صیغه به مقام انسان رساند، مردم ایران را صاحب شناسنامه و اعتبار شخصی نمود، در دانشگاه‌ها و جهان را به سوی مساوی بروی مردم ایران از زن و مرد گشود. محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر ما، برابری زن و مرد و آزادی های عمومی را تا دروازه تمدن بزرگ رساند. همیهن این پدر و پسر خار چشم جهان شدند، زیرا ایرانی مانند و به این فکر کردند که همه باید به ایران فکر کنیم. ایران ما، ایرانی که پدران بزرگ ما پادشاهان پهلوی به ما دادند، باید گرامی بداریم. این روز را بیش از هر زمان گرامی می‌داریم.
هم میهنان گرامی من، همینطور که گفتم ما برنامه ویژه 4 و 5 مرداد برای بزرگداشت پادشاهان پهلوی ادامه میدهیم. در هفته گذشته که هفته های گذشته که ما این برنامه را شروع کردیم، در ماه مرداد ما این کار را ادامه خواهیم داد که بیش از هر زمان جوانان ما بدانند که آنچه را که ما از نیاکانمان به ارث بردیم نتیجه زحمات وطن پرستانی مثل پادشاهان پهلوی بوده. در این لحظه میخواهم به شما زمانی را که پهلوی شروع شد از سال 1925 تا سال 1971 با هم ببینیم.
همیهنان گرامی، همینطور که توجه دارید و به تایتل برنامه میبینید، اینجا ما امروز باز هم ادامه برنامه ویژه 4 و 5 مرداد ماه را انجام میدهیم. بزرگداشت پادشاهان پهلوی و جشن امردادگان. ایران را ورق زدیم. این تاریخ پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاکدل این سرزمین نوشته شده است، ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق بر اساس عدالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نو درآید. ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند. مملکتی خواهیم ساخت که کشور آزادگان و سرزمین آزاد مردان و آزاد زنان باشد و در آن نبوغ ایرانی بتواند در محیطی بارور و منزه و دور از فساد، قدرت و خلاقیت جاودانی خیش را که راز بقای این ملک و ملت است، بهتر و بیشتر از هر وقت دیگر جلوه‌گر سازد. زیرا اکنون دیگر زنجیرهای اسارت گسسته شده و 75% از جمعیت این مملکت که پیش از این در قید به سر می بردند از نعمت آزادی برخوردار شده اند. این تحول اجتماعی و ملی که امروز در ایران روی داده است، در واقع انقلاب بزرگی است که هم قانونی و هم مقدس است. من به عنوان پادشاه شما و مسئول سرنوشت این کشور تذکر این حقیقت را لازم می دانم که من و شما در این نهی که نائل به بزرگترین افتخارات فردی و ملی شده ایم، نباید آنی مغرور شویم و چنین پنداریم که وظیفه و کار ما به پایان رسیده است، بلکه لازم است بیش از هر موقع دیگر با روحیه نیرومند و عزمی استوار و با کوشش و تلاشی بیش از گذشته به کار خلاقه بپردازیم تا هر فردی از هر طبقه که باشد بتواند مطابق قوانین مصوبه در حدود کار و سرمایه خود و با انجام وظیفه خیش بیشتر و بهتر به ایران آینده خدمت کند و به همان نسبت نیز از مواهب و امکانات مملکت خود بهره‌مند گردد. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم و من یقین دارم که همه شما با رشد و پختگی اجتماعی که از خود نشان داده اید و با روح ملیت عمیق و استواری که در نهاد یکایک از افراد این مملکت نهفته است، به خاطر سعادت خود و نسل‌های آتیه به دین ندای من عملا پاسخ مثبت خواهید داد.
همین این صدایی بود که من و تو همه میشناسیم، صدای دلپذیری از پادشاه آریامهر، پدر مهربانمون، که ما را نصیحت میکرد، به ما میگفت که با هم باشیم و چگونه مفتخر باشیم و ایران جدید را با هم بسازیم. ولی دیدید که چه شد. ما برنامه ادامه برنامه بزرگ داشته پادشاه خودمان و پادشاهان پهلوی، رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهر را ادامه می دهیم. در هفته گذشته شما شاهد بودید که چنین برنامه ای را ما توانستیم به صورت مرتب برای شما و هم میهنان ما جواب بدیم و یاد بود اینکه شهبانوی ما الان در مصر هستند و در مصر با جناب غلیپور که تا چند دقیقه دیگر، شاید تا نیم ساعت دیگر روی خط بیایند و گزارش ها رو به ما بدند، ما با هم این مراسم را انجام میدهیم. دلم گرفته، واقعا دلم گرفته، چون حیف از اون زمان، از اون موقعیت خوبی که همه ما داشتیم چگونه از دست دادیم؟ چطور شد؟ آیا این من و تو بودیم؟ آیا این اهریمنان چگونه ما را به این روز انداختند؟ در اینجا این آخرین عکسی است که از شهبانوی ما از مصر به ما رسیده و این اعلامیه‌ای است که شهبانو برای ما، برای شما هم‌میهنان من فرستادند. در اینجا عکس شهبانو با خانم جهان سادات، خانم جهان سادات همسر پرزیدنت مصر در آن زمان که به شاه ما مکان دادند، جا دادند، زمانی که تمام دنیا می‌خواستند به نحوی از دست ایران پر عظمت راحت شوند و فکر می‌کردند بهترین کار این باشد که شاهنشاه ما را از ایران خارج کنند. چگونه با همین کارها را کردند و دیدید که امروز چه به سرمون آمده. این هم عکسی است از شهبانو و خانم پرزیدنت انور سادات در مزار انور سادات و شاهنشاه آریامهر پدر ما. من این اعلامیه رو، نامه‌ای که شهبانو فرستادند، از دفتر شهبانو اومده، برای شما میخوانم. نوشتند اطلاعیه دفتر شهبانو فرح پهلوی. اگر یکی از بینندگان، خب شاید کسی به ما زنگ زده که بفهمید جانم. دفتر آقای گرامی، درود بر شما. درود بر شما، اتفاقا شادمانم که شما رو خط هستید. بفهمید. خواهش میکنم. با سپاس فراوان از برنامه که برای گرامی داشت و بزرگ داشت رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه آریامهر گذاشتین، خواستم اگر که وقتی باشه اطلاعیه دفتر شهبانو فرح پهلوی رو برای این روز به خدمتتون برسونم و خدمت همگی همیهنان و یاران. خب شما فکرتون با فکر ما یکی بوده. من خودم میخواستم اینو بخونم، ولی شادمانم که شما اینو بخونید، چون خواندن شما بهتر از مال من است. اختیار دارین، شما نظر لطف شما هست. بفرمایید. با اجازه شما. بفرمایید. اطلاعیه دفتر شهبانو فرح پهلوی. مراسم یادبود 27مین سال روز درگذشت شاهنشاه فقید اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در حضور شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. 3 مرداد ماه 1386 و 25 ژوئیه 2007 و البته 3 مرداد ماه 2566 هخامنشی. امروز شهبانو فرح پهلوی به اتفاق بانو جهان سادات، همسر رئیس جمهور فقید مصر، بر مزار انور سادات حضور یافتند.
و مورد استقبال گرم و پرشور عده‌ای از هم‌میهنان که از نقاط مختلف جهان برای بزرگداشت این روز به قاهره آمده بودند قرار گرفتند و با نثار تاج گل و یک دقیقه سکوت مراتب احترام و قدردانی خود و ایرانیان را از مردانگی و شهامت رهبر فقیر مصر ابراز نمودند. سپس شهبانو و خانم سادات عازم مسجد الرفاعی که پیکر پادشاه فقید به رسم امانت در آنجا به خاک سپرده شده گردیدند. پس از برگزاری مراسم سنتی در سرسرای مسجد که مفروش به قالی نفیس اهدایی ایرانیان به مسجد الرفاعی و مملو از گل بود، شهبانو و چند نفر از هموطنان که برای این گرد همایی به قاهره آمده بودند سخنانی درباره خدمات پادشاه فقید و خصایل اخلاقی انور سادات رئیس جمهور پیشین مصر ایراد نمودند. در پایان شهبانو به اتفاق بانو سادات و میهمانان مصری و همه ایرانیان با نثار گل و یک دقیقه سکوت بر سر آرامگاه موقت پادشاه فقید ایران به خاطره ایشان ادای احترام نمودند. پس از آن با دعوت قبلی شهبانو همه شرکت کنندگان در این مجلس برای صرف چای به کاخ پذیرایی که از سوی مقامات مصری در اختیار شهبانو قرار گرفته بود حضور یافتند. شهبانو پس از تشکر از یکایک شرکت کنندگان در این مراسم سالانه تا پاسی از شب به گفتگو با ایرانیانی که به این مناسبت از راه‌های دور به قاهره سفر کرده بودند پرداختند. با سپاس فراوان از وقتی که به من دادین جناب دکتر. خواهش میکنم، ازتون سپاسگزارم. اگر فرمایشی دیگری ندارید ما میخواییم به این یاد بود فیلمی رو که آقای قلی‌پور قبلا از آرامگاه پادشاه ما فرستادند یک بار دیگر تکرار کنیم. با سپاس فراوان از تمام زحمات شما. خدا نگهدار. همین هم احتیاج به تکرار نیست، نوشته شده که ما برنامه ویژه 4 و 5 مرداد را با اینکه نزدیک به یک هفته از گذشته ادامه میدیم و در این لحظه توجه شما را من به این فیلمی که آقای قلی‌پور آخرین باری که در مصر بودند از آرامگاه شاهنشاه آریامهر ما درست کردن جلب میکنم و از شما میخوام که خاطرتون باشه که این فیلم قبلا نشون دادیم و فیلم جدیدی نیست، ولی چون اخیراً دیروز و پیروز هنوز فیلمایی که آقای قلی‌پور در اونجا درست کردن آماده نشده، به همین جهت مجبور شدیم همینو به شما نشون بدیم. در آرامگاه پادشاه ما امسال بیش از هر سالی ایرانیان دوستدار پادشاهی ایران و شاهنشاه آریامهر به مصر رفتند. همینطور که از این اعلامیه شما شنیدید ایرانیان بسیاری در اونجا بودند و امسال هم خانم جهان سادات همسر رئیس جمهور فقید مصر بر مزار انور سادات و شاهنشاه آریامهر ما رفتند. اینجا صحنه ای است از حضور ایرانیان و سایر کسانی که برای بزرگداشت خانواده پهلوی و شاهنشاه آریامهر به مصر رفته بودند. حال با هم فیلمی را که از اونجا تهیه شده به شما نشان میدیم. فراموش نکنید این فیلم مال تقریبا شب عید بوده، ولی چون فیلم جدیدی به ما نرسیده، هنوز نرسیده، این فیلم رو برای شما تکرار میکنم.
مدتی است تا در یک بررسی دوباره گذشته را بهتر و روشن‌تر بشناسیم. بنابراین بزرگداشت یاد و خدمات رضا شاه کبیر و اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی فرصت مناسبی است تا ایرانیان وطن دوست در یک ارزیابی منصفانه سود و زیان سالهای اخیر را بررسی کنند. امروزه می توان با بسیاری از محققان معتبر هم سخن شد که رضا شاه کبیر فرزند خلف جنبش مشروطیت بود و مانند جنبش مشروطیت اگرچه به همه آرمانهای خیش دست نیافت، اما به بسیاری از خواستها و شعارهای جنبش مشروطیت جامع عمل پوشاند. به عبارت دیگر رضا شاه کبیر با رواج تجدد و توسعه ملی، کشف حجاب و آزاد کردن زنان ایران از اسارت قوانین قرون وسطایی، با تأسیس دادگستری و دانشگاه و احداث صدها مدرسه و آموزشگاه حرفه‌ای، هنری و علمی، با ایجاد ارتش ملی، تأمین استقلال و تمامیت ارضی ایران و گسترش امنیت اجتماعی، عصر نوینی در حیات ملت ما به وجود آورد که به درستی به ایران نوین معروف گردید. پایه‌های آن تحولات بنیادی آنچنان بود که پس از اشغال ایران توسط قوای بیگانه و با وجود همه آشوب‌ها و آشفتگی‌ها، با عزم و اراده اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی ادامه یافت. اصلاحات ارضی و اجتماعی ششم بهمن 1342 چنان تحرکی در جامعه ایران پدید آورد که در تمام زمینه‌ها سازندگی‌های عظیم، پیشرفت‌های شگفت‌آوری را نصیب ملت ایران ساخت، به طوری که در دهه 1350 چه از نظر اقتصادی، اجتماعی و چه از نظر پیشرفت‌های صنعتی در نظر کارشناسان جهانی و بانک‌های بین‌المللی، ایران یکی از 10 کشور اول در میان 110 کشور به شمار می رفت، مقامی که در سالهای اخیر متاسفانه به مقام 105 کشور جهان سقوط کرده است. دو پادشاه بزرگ ایران به ما زنان فرصت دادند تا ضمن دستیابی به آزادی و ارتقاء اجتماعی به عنوان شهروندان آزاد و برابر در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و هنری حضوری فعال داشته باشیم. ظاهراً تقدیر تاریخ چنین بود. میهن ما در اوج شکوفایی ملی و عزت و احترام بین‌المللی بار دیگر دست خوش مطامع دشمنان داخلی و خارجی شود و آنچه که اعلی حضرت محمد رضا شاه ارتجاع سیاه می نامیدند بر ملت و میهن ما چیره گردد. اینک 27 سال است که خورشید فروزان ایران در پشت ابرهای سیاه استبداد، فقر، فساد و تباهی پنهان شده و ملت ما گرفتار اهریمنانی است که نه تنها
به عزت و آزادگی و اخلاق ملی ما آسیب زدند، بلکه با ماجراجویی استقلال و تمامیت ارضی ایران را به خطر انداختند. اما تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانیان با اتحاد، همسازی و هم‌آوازی ملی همواره بر دشمنان ایران پیروز گشتند. بزرگداشت رضا شاه کبیر و اعلی حضرت محمد رضا شاه نه تنها بزرگداشت خاطره و خدمات دو فرزند سربلند تاریخ معاصر ایران است، بلکه این بزرگداشت در این حال نشانه احترام و علاقه قلبی ما به نمادهای سربلندی، پیشرفت، میهن پرستی، تجدد و توسعه ملی در ایران می باشد. فروغ نام و یادشان جاویدان باد. با درود به همه عزیز، عید نوروز جمشیدی رو به همه عاشقان ایران و خاندان فردوسی از طرف خودم و از طرف اعضای سازمان در فرزندان سلطنت عالی مهر تبریک عرض می‌کنم. من هم الان از سر مزار پرزیدنت کارلاس مرز بزرگ میلان دیشب من تا صبح سر مزار پادشاه بودم و سال نو رو با پادشاه. دوستان زیادی از سراسر ایران تلفون زدن، از کرمان، از مازندران، از مشهد، از خوزستان، از آذربایجان، از تهران، به دوستای مشترکمون که در اروپا هستن درود فرستادن و اعلام همبستگی کردن که ما آخرین نفس برای آوردن پادشاه به ایران کوشش بکنیم. باور بکنید این بار تمام وجود من با تبی 49-39 درجه آمدن بجیم، چون دوست داشتم به ایران با پادشاه هم باشم. در صورت من خیلی متاسفم، نمیتونم صحبت کنم، ولی برای همه عاشقان ایران سال خوبی آرزو می کنم و از پدر آریانه خواستم که این مردم رو در سال نو ببخشند و بتونیم با کمک هم دیگه مملکتمون رو نجات بدیم. آینده ایران زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی
که ملت قدر ناشناس، ملتی که این همه نعمت، فراوانی، ثروت‌های علمی، زمینی، هر گونه دانش و خرد و از همه مهمتر آزادی کامل را نتوانستند قدر شناسی کنند. دیدیم از عکس‌هایی که از شهبانو و خانم سادات، خادم جهان سادات، رئیس همسر پرزیدنت سابق مصر، و همچنین اتفاقاتی که در مصر این روزها افتاد، اتفاق برای بزرگداشت پادشاهان پهلوی، همه با هم نگاه کردیم. در این لحظه توجه شما را به بقیه این برنامه با سخنان آقای بوش جلب میکنم. To the Iranian people I say tonight, as you stand for your own liberty, America stands with you. الو بفرمایید. بله، درود بر شما و سپاس فراوان از زحمات همیشگی شما. همچنین سپاس فراوانی از جناب دکتر علی اعتمادی و درود بر ایشون و واقعا سپاسگزار هستیم از برنامه بزرگداشت رضاشاه کبیر و محمد رضاشاه پهلوی. و ما زنان ایران همیشه واقعا مدیون خدمات این دو بزرگمرد تاریخ میهنمون هستیم جناب دکتر، و واقعا سپاسگزار از این برنامه هایی که شما برای یادبودشون پخش میکنید. خواهش میکنم. من هم شادمانم که یه همچین موقعیتی رو دارم که بتوانم پخش کنم. در ضمن جناب دکتر، شادباشی داشتم برای جشن مردادگان که واقعا جشنی برای جاودانی و بیمرگی هستش، و اگر اجازه بفرمایید خواستم یه نیایشی رو که در حدود 160 سال پیش نوشته شده خدمتتون برسونم. خواهش میکنم، بفرمایید ما بگوش. با اجازه شما. بفرمایید. به نام یزدان مهربان، پاک یزدانا، خاک ایران را از آغاز مشکیز فرمودی و شورانگیز و دانشخیز و گوهریز. از خاورش همواره خورشیدش نورافشان و در باخترش ماه تابان. کشورش مهر پرور و دشت بهشت آسایش، پرگل و گیاه جان پرور و کفتارش پر از میوه تازه و تر، و چمنزارش رشک باغ بهشت. هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پرخروش. روزگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان در زیر روپوش. باد بهارش خزان شد و گلزار دلربایش خارزار. چشمه شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش آواره و در بدر هر کشور دور. پرتوش تاریک شد و رودش آب باریک، تا آنکه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش در دمید. بهار تازه رسید و باد جان پرور وزید و ابر بهمن بارید و پرتو آن مهر پرور تابید. کشور به جنبید و خاکدان گلستان شد و خاک سیاه رشک بوستان گشت. جهان جهانی تازه شد و آوازه بلند گشت. دشت و کوهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند. هنگام شادمانیست، پیغام آسمانیست، بنگاه جاودانیست، بیدار شو بیدار شو. ای پروردگار بزرگوار، حال انجمنی فراهم شده و گروهی هم داستان گشته که به جان بکوشند تا از باران بخششت بهره به یاران دهند و کودکان خود را به نیروی پرورشت در آغوش هوش پرورده رشک دانشمندان نمایند. آیین آسمانی بیاموزند و بخشش یزدانی آشکار کنند. پس ای پروردگار مهربان، تو پشت و پناه باش و نیروی بازو بخش تا به آرزوی خیش رسند و از کم و بیش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمونه جهان بالا نمایند. این و همینجور که شما میفرمایید ایدون ایدون باد ایدون ترش، ایدون ایدون باد ایدون ترش. ازت سپاسگزارم، نیایش بسیار پسندیده است. من این نیایش را خیلی دوست می‌دارم.
با سپاس فراوان از وقتی که به من دادین. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. همین هم ما برنامه 4 و 5 مرداد که بزرگداشت پادشاهان آریامهر پادشاهان پهلوی هست ادامه میدهیم و میخوام همه شما با هم بیادتون باشه که بدون پادشاهان پهلوی ما شاید اینجا نبودیم، شاید ایرانی هم نبود.